گفتار اول، کوتاه سخنی از گفتارهای کتاب جغرافیای کهن و سرزمین‌های گم شده. قاره کهن در قطب شمال در بیشتر کتاب‌های ایرانی از اوستا و متون کهن ایرانی چون بندهشت، گزیده زاداسپر و مینوی خرد تا نوشتارهای جغرافیدانان اسلامی از هفتمین کشور میانی زمین به نام خونی رس نام برده شده که ایرانویچ نیز بخشی از آن است و این کشور را بهترین سرزمین دانسته‌اند، اما بنابر متون کهن ظاهراً روزی اهریمن بر آن تاخته و آن را تباه می‌کند و از آن پس سرما و یخبندان همه جا را فرا می‌گیرد. از آنجا که نام این سرزمین با نام ایران امروزی شبیه بوده و از سرمای آن هم سخن گفته شده، آن را در شمال همین کشور ایران و در نواحی فرارودان و سرزمین‌های پیرامون رودهای سیحون و جیحون یا حتی نواحی زاگرس دانسته‌اند و برخی هم این سرزمین کهن را در آذربایجان، خلیج فارس و یا مناطق دیگر گمان برده‌اند. اما شاید جالب باشد که بدانیم نه فقط ما ایرانیان، بلکه این سرزمین کهن در تاریخ و فرهنگ ملت‌های دیگر جهان نیز به چشم می‌خورد و هر قوم و قبیله‌ای سرزمینی مانند این را به خود نسبت داده و آن را با جغرافیای مکان خود سازش داده‌اند. ما در کتاب جغرافیای کهن و سرزمین‌های گم شده بیان داشتیم که فقط دارا بودن نام ایران نمیتواند برای قلم داد کردن ایرانویچ نخستین در ایران کنونی کافی باشد، چرا که مشخصات این سرزمین نیز باید با موقعیت‌های پیشنهادی مطابقت داشته باشد. گفتار دوم، ویلیام وارن و کتاب بهشت پیدا شده در قطب شمال گهواره نژاد بشری. در این گفتار بخش های از کتاب وارن، یعنی کتاب بهشت پیدا شده در قطب شمال گهواره نژاد بشری را ترجمه کرده ام. با توجه به اهمیت پژوهش های ایشان در قاره کهن قطبی و ارتباط آن با یافته های خودم، اشاره به بخش های مهم کتاب را در اینجا لازم دانستم، اگرچه برای حل این مسئله هر کدام از ما به راهی رفته ایم، اما سرانجام به یک نقطه رسیدیم. وارن با استدلال‌های دیدین شناسی، ستاره شناسی و اسطوره‌ای و من با ترسیم دیاگرام جغرافیایی بر مبنای متون کهن ایرانی، اما همین نتیجه مشترک در حالی که هیچ یک از روش دیگری اطلاع نداشته می‌رساند که حل مسئله درست بوده است و دیگر شکی در وجود این سرزمین کهن در قطب باقی نخواهد ماند. از آنجا که تاکنون کتاب‌های ویلیام وارن در ایران ترجمه نشده، این فصل می‌تواند برای خوانندگان علاقه‌مند و پژوهشگران جغرافیای کهن هم نو و هم هیجان‌انگیز باشد. من کوشیده‌ام با بضاعت کم خیش تنها نکات برجسته این کتاب را که به موضوع کار ما پیوندی دارد ترجمه کنم. از تکرار مطالب و گفتارهای مشابه دوری جستم، اما امیدوارم همه کتاب روزی به دست یکی از ایرانیان علاقه من ترجمه و در دست پژوهشگران قرار گیرد. زندگی و آثار پروفسور ویلیام وارن. ویلیام وارن رئیس دانشگاه بوستون آمریکا در دهکده کوچکی به نام ویلیام برک در ماساچوست آمریکا به دنیا آمد. او از دانشگاه وسلیان فارغ التحصیل شد و سپس تحصیلات خود را در آموزشگاه مردم و مذاهب در برلین تکمیل کرد. وی بعدها مدرسه دین و فلسفه را در دانشگاه بوستون تأسیس نمود و خود در آنجا به تدریس مشغول شد. پروفسور وارن استاد مبرز و صاحب کرسی مذاهب و فلسفه ادیان در دانشگاه بوستون بود و تا پایان عمر در این مقام باقی بود. ویلیام وارن 8 کتاب نگاشته که عبارتند از 1. اسرار اخترشناسی باستان،
چاپ سال 1882. دو، بهشت پیدا شده در قطب شمال، گهواره نژاد بشری، چاپ سال 1886. سه، دین کامل، چاپ سال 1886. چهار، با گام های آرمینیوس، چاپ سال 1888. پنج، ادیان جهان و دین دنیا، چاپ سال 1900. شش، اخترشناسان نخستین، چاپ سال 1909. هفت، جهان در بهشت گم شده ی همیلتون، چاپ سال 1915. هشت، داستان گوتیب، چاپ سال 1890. نظریه ویلیام وارن. پروفسور وارن بر مبنای جستارهای تنی چند از دانشمندان زمینشناس، انسانشناس، ستارشناس و دیگر پژوهندگان هم عصر خود عقیده پیدا کرده بود که منشأ نژاد حیات گیاهان، حیوانات و حتی آدمی ابتدا در قطب شمال بوده است و سپس از آنجا به نقاط دیگر گسترش یافته است. او با پژوهش فراوان و ژرف‌نگری‌هایی در متون کهن بشری به این یافته رسیده بود که سرزمین میانی و آرمانی بسیاری از فرهنگ‌های کهن و اساطیر باستانی از مومیان آمریکا گرفته تا چینی‌ها مشخصاتی شبیه به موقعیت قطب شمال داشته است. به درستی باید گفت ویلیام وارن از اندک دانشمندان و شاید نخستین کسانی در سده‌های گذشته بود که به وجود سرزمین فراموش شده در قطب شمال پی برده بود. وی در کتاب بهشت پیدا شده در قطب شمال با ذکر منابع و تحقیقات گسترده زمین‌شناسی، جغرافیایی، زیست‌شناسی، اخترشناسی، مردم‌شناسی، تاریخ و متون کهن به کاوش در این موضوع پرداخته و در کتاب‌های دیگر خود چون اسرار اخترشناسی باستان پیوسته از سرزمین قطبی یاد کرده است. وارن اشاره دارد که چگونه در اشعار هومر، ویرجیل و هیسیود ستون اطلس در انتهای زمین و در زیر ستاره قطبی قرار دارد. وارن در همان کتاب میگوید سلت‌ها که نشانه ای از نژاد آریایی دارند و ساکن ایرلند و بریتانیا هستند، بهشت خود را در جزیره گرد مانند واقع در دریای شمالی می دانند که به نام آوالون نامیده می شود. همان گونه که اشاره شد، وارن مدعی است که تا قبل از او کسی در این مورد تحقیق نکرده است و نظریه قاره کهن در قطب شمال در زمان او ارائه شده است. او در صفحه 47 کتاب بهشت پیدا شده در قطب شمال یادآور می شود که در گفتارهای پیشین همه گزینه‌هایی که می توانست باغ آفرینش را در کتاب مقدس مشخص سازد بررسی گردیده و تنها مکانی که فعلاً مانده با وجودی که دور از ذهن و تاریخ و جغرافیای شناخته شده است همانا مرکز زمین در قطب شمال است که آنجا می بایست در طوفان نوح در هزاران سال پیش غرق شده باشد و در نتیجه اکنون با نبودن چنین سرزمینی برخی به این نظریه ناباورانه می نگرند. تا یک برنامه دیگر، خدا نگهدار.